ایام فاطمیه فرصتی برای تجدید عهد با دخت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد که طبق روایتی شهادت آن حضرت چهر روز پس از شهادت پیامبر اکرم رخ داده است این ایام با برپایی مجالس سوگواری و عزاداری در سراسر جهان یادآور مظلومیت و فداکاری های این اسوه صبر و مظلومیت است که همچنان الگویی برای تمام مسلمانان به شمار می رود. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می کنم. در ایام فاطمیه که یادآور واقعی دردناک در تاریخ صدر اسلام است، مسلمانان در ازای شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به سوگ می نشینند. روایات مختلفی درباره تاریخ شهادت آن حضرت وجود دارد که اولین روایت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را چهل روز پس از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ذکر کرده است. برخی روایات نیز شهادت آن حضرت را 75 یا 95 روز پس از شهادت نبی اکرم بیان می کنند. با این حال همه این روایات بر مظلومیت بیپایان آن بانوی بزرگوار تأکید دارند. حضرت فاطمه زهرا پس از شهادت پدر بزرگوارشان با دفاع از حقانیت ولایت امیر علی علیه السلام دچار آزار و اذیت و مصائب بسیاری شدند. حمله به خانه آن حضرت که بیت وحی و نزول قرآن بود منجر به مجروح شدن این اصفه تهارت و پاکی و سپس شهادت ایشان شد. در این حادثه دردناک حضرت فاطمه زهرا بر اثر حمله منافقان صدر اسلام که پس از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقاب از چهره خود برداشتند مجروح و فرزندشان حضرت محسن به شهادت رسید خدا آن حضرت نیز پس از چهل یا هفتاد و پنج و یا نود پنج روز پس از شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر اثر همان جراحات مظلومانه شهید شدند مظلومیت و شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تا به امروز در دل و ذهن مسلمانان جایگاه ویجه ای دارد در این ایام شیعیان با برگزاری مجالس سوگواری، سخنرانی ها و مدداهی ها یاد و خاطره آن بانوی بزرگ را زنده نگه می دارند و بر فداکاری ها و صبر ایشان اشک ماتم می ریزند. ایام فاطمیه فرصتی برای بازگشت برزش های دینی و پیروی از آموزه های حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه است که همواره در دفاع از حق، صبر و ایثار برای اسلام و اهل بیت الگوی همگان بودند. شیعیان در سراسر دنیا ایام فاطمیه را با برپایی مجالس عزاداری و سوگواری برای حضرت فاطمه زهرا گرامی می دارند. این مراسم ها در مساجد، حسینیه ها و مراکز اسلامی برگزار می شود و فرصتی برای یادآوری مظلومیت و فداکاری های حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد. مدداهی ها، سخنرانی ها و مراسم حزن و ماتم در این ایام یاد و خاطره دخت نبی اکرم را زنده نگه می دارد و بر آموزه های ایشان تأکید می ورزد. آیت الله سید صادق حسینی شیرازی و دفاتر و مؤسسات وابسته به ایشان در سر, سر دنیا نیز به طور ویژه این ایام را گرامی می دارند. این مراکز با برپایی مجالس عزاداری و برنامه های دینی نقش پررنگی در ترویج معارف فاطمی و یادآوری مقام والای حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها دارند. تعظیم این شاعر زمینه ای برای تجدید عهد با اهل بیت علیه السلام و تأمل در آموزه های حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می باشد.